شهلا زلان خواننده ترانه دخت افغان برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ماست خیلی خوش آمدین خانم زلان تشکر زنده باشین از شما تشکر بسیار زیاد دعوت کردین مرا چه مشکلاتی در حال حاضر در برابر زنان در افغانستان وجود دارن؟ والا صحبت ها بسیار زیاد است درد بسیار زیاد است در افغانستان در مملکتی که زنها مخصوصا یعنی خشونت علیهشان بسیار زیاد است یعنی مملکت ما در یک هم از نظر فقر هم از نظر خشونت از یک نظر به قهقرا هستیم یعنی هر طرف که من میبینم اشک از چشم من میاد چی در راه میرم چی میشینم میخیزم هر کس میبینم مردم آرام نیستن مردم آرامش ندارن مردم هیچ چیز ندارن برای زندگی خود و امروز ما اطفال میبینیم در روی سرکا گدایی میکنن زن پیر 60 ساله رو میبینیم زن امروز کشته میشه سرش بریده میشه دمی خود کابل واقعا وقتی چنین خبرهایی را میشنویم از قتل تجاوز خشونت چه حسی برای شما به عنوان یک هنرمند دست میده بسیار یعنی ما درد خود این تمام اینمی دردایی که من میبینم ما وقتی که در برنامه ستاره افغان میرم و راستی اونجا ما هیچ خود گرفتن نمیتونم هش که ما سرازیر است یعنی ما همیشه گریه میکنم ما به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه که به رسیدگی به اینمی قضایی که میشه خشونت علی زنان خب دولت ما تازه آمدن و چند وقت از 5 ماه 6-7 ماه که من اینجا هستم و چیز به اون شکلی که باید شوه یعنی جلوی چیزا را گرفته شوه نشده یعنی فقط صحبت میشه سرش فقط بحث من میشنوام ولی هیچ وقت عملی من نمیبینم که یک کار عملی انجام شوه همین مسئله بدخشان همین مسئله خشونت هایی که در مقابل دخترای دختر 3 ساله دختر 10 ساله دختر 18 ساله اینقدر خشونت در مقابل زن ها زیاد است و طفلا همچنین که من طرفدار از این هستم من باور میکنم من خودم تا جایی که هست من در مخصوصا در قسمت جامعه مدنی من همیشه شرکت میکنم همیشه میرم میخوایم که پشتیبانشان باشم امرایشان باشم امگامشان باشم میخوایم کمک بکنم و من همیشه برای همگی گفتیم که من در اختیار شما هستم من میخوانم من خانواده من برای شما معلوم است که یک خانواده فرهنگی بوده پدر من مادر من خاله من 50-60 سال قبل اینمی رقم اینا می جنگیدن ولی امروز ما پس رفتیم به 60 سال قبل حالا خود شما با عنوان یک هنرمند با چه چالش ها و مشکلاتی روبرو شدید بسیار زیاد در این چند ماهی که حالا در افغانستان زندگی میکنید بسیار زیاد خشونت بسیار زیاد است چی از طریق تلفن چی از طریق مسیج و باور میکنی که یک نفر زنگ زد برای من گفت من میخوام تو رو بکشم گفتم میخوای مرا بکشی گفتم که چرا تلفن کردی اگر میخوای مرا بکشی جای مرا میفهمی مرا حتما میتونی پیدا کنی گفتم من آدرس برات میتم بیا هم تفنگ تو بگیر در کلیمه بزن ولی من هیچ وقت قدم پس نمیمانم همو آنگه که من خانه من نهان بیده ضعیفم که زهر باد بلرزد من به هیچ چیزهای هیچ وقت نمیلرزم مشخص بود که سر مخالفتش با مخالفتش چی بود که با که موسیقی آرام است موسیقی است ولی خب موسیقی ما فعلا یعنی هر خواننده هر هنرمند باید هر آهنگش ما در یک مقطع زمانی هستیم که پیام داشته باشه پیام داشته باشه که به گوش همه برسه بیدار شوند بفهمند که ما در کجا هستیم چی باید بکنیم بر مملکت خود خب یکی از ترانه های شما هم که گل کرد و مردم خیلی پسندیدن در مورد زنان بود چه واکنش هایی در مورد این ترانه داشتین بسیار خوب بود بسیار خوب بود چی زن چی مرد راستی ما که یعنی نمیگم که تمام مردان ما یعنی خشونت دانترام نیست با مردای بسیار نازنین و مهربان داریم و خانما بسیار زیاد یک ریاکشن بسیار خوب ما داشتم اصلا چه باعث شد که برین به سراغ چنین ترانه و چنین ترانه برای زنان از دور بخواهیم. از جایی که من زندگی میکردم و همیشه تعقیب میکردم خبرها و همین چیزهایی که من میدیدم چندین سال پیش که تا امروز ادامه داره و این آهنگ فریجان برادر بزرگوار من اسطوره موسیقی فارسی زبانان این آهنگ با شعر نادیا انجمن که وام به که یک شاعر بسیار خوب ما بوده که به خاطر شعرش
و هم قربانی شد. یک شاعر بسیار خوب ما. و این آهنگ ساخته شد در یک زمان بسیار خوب و من ایره خواندم و ما آمدم به افغانستان و ایره با صدای بلند خواندم که تا امروز این خواندن ماندگار است. این آهنگ میشه سرود ملی زنان کشور ما. بله، خب بارا به عنوان پرسش آخر چه پیشنهادی دارین و واقعا نقش حکومت در حمایت از زنان چگونه میبینین؟ خیلی کوتاه. من فقط خواهش ما از دولت که باید رسیدگی بکنند و مردم خود و بسیار چیزهای پیش پا افتاده یک زندگی یک انسان چی میتونه باشه؟ برق باید باشه، یک لقمه نان اقلا در دسترخوانشان باشه، بچه های هستند که جوانان ما هستند که تحصیل کردن کار ندارن، برای اینا کار پیدا شوه. ما باور میکنه که اگر ما خودم باور کنم، اگر ما بخوایم گدایی کنم، میرم در روی سرک ساده میشون گدایی میکنم، برای اینا میایم کمک میکنم، چون ما میخوایم که دولت بر ما کمک بکنه که ما بتونیم بر مردم خود کمک بکنیم، چون به یک دست نمیشه که ما بتونیم این کار انجام بدیم. سپاسگزار از شما شهلا زلاند، خواننده ترانه دختر افغان. ممنون از حضورتان. خواهش میکنم، شما تشکر.